ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. بنابراین غیر مستقیم اعتراف کردن که این نوع پوشش تحقیرآمیزه، منتها شایسته زنانه. یعنی ما اینو تن زنان میکنیم که زنان رو سر جاشون بنشونیم، تحقیر کنیم و در شهروند درجه دو به حساب بیان. اگر مرد اینو بپوشه مثل زن شده. یعنی چی مثل زن شده؟ یعنی تحقیر شده، درجه دو شده، اون مردانگیشو از دست داده. درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان در تلویزیون ایران فردا هستیم. یک بار دیگر از ایمیل ها و محبت های شما نسبت به این برنامه سپاسگزارم. در این ارتباط اشاره داشتید که اکثر برنامه های ما مردانه شده، که شاید هم حق با شماست، ولی جالب است که شما که در وطن مصادره شده ما زندگی میکنید و همه قوانین حاکم مرد سالارانه و پدر سالارانه است، چرا از رژیم حاکم طلب بازنگری این قوانین عهد حجر را نمی کنید که همش مردانه و قوانین مرد سالارانه در قانون اساسی ما نوشته شده؟ به هر حال از آنجایی که این رسانه متعلق به شماست و خواستهای شما برای ما بسیار اهمیت دارد و من می دانم که دوست و همکار عزیزم دکتر نوریزاده هم به این مسائل بسیار توجه دارد، مطمئن باشید که پس از این در ارائه دیدگاه ها برابری زن و مرد بیشتر رعایت خواهد شد. ولی از ما نخواهید که به دنبال مسائل فمینیستی برویم، زیرا آن خود چارچوب خودش را دارد. در اینجا بگذارید در آغاز برنامه نگاهی گذرا داشته باشیم امروز به چهره زن ایرانی طی 100 سال گذشته. 100 سالی که فرهنگ ایران در کشاکش درگیری‌های قومی و فرهنگی و پیشرفت مدرنیته سرنوشت عجیبی داشته است. امروز می‌نشینیم پاش صحبت یک جامعه شناس ایرانی که طی دو دهه اخیر تحقیقات فراوانی در رابطه با مسائل زنان ارائه داده است. خانم دکتر نیره توحیدی، استاد جامعه شناس، فعال امور حقوق زنان، که در حال حاضر مدیر بخش مطالعات زنان در دانشگاه جنوب کالیفرنیا نورتریچ میباشد. تألیفات خانم توحیدی بیشتر در زمینه جامعه شناسی زنان و جنبش های دینی و تحولات اجتماعی زنان می باشد. از خانم توحیدی می خواهیم که دیدگاه خودش را در ارتباط با تلاش 100 سال ملت ایران برای شما عرضه کند. با ما باشید. خانم دکتر توحیدی، می خواستم نظر شما در ارتباط با فعالیت ملت ایران برای به دست آوردن آزادی طی 100 سال گذشته بدونم، مخصوصا اینکه به چه جهت ملت ایران طی این 100 سال نتوانست به آزادی دسترسی پیدا کنه. مایل هستم نظر شما رو، چون به عنوان جامعه شناس و طرفدار حقوق زنان در جنوب کالیفرنیا فعال هستید، اون رو بدونم. بله، خیلی ممنون از دعوتتون.
ببینید آقای لیمونادی، من میخوام این بحث رو فعلا محدود به مسئله دموکراسی بکنم در ایران، چون آزادی یه مقوله وسیع‌تریه و بخشی از اون رو دموکراسی هم در بر میگیره، ولی همه اون نیست. برای اینکه بحث خیلی مشخص‌تر باشه، من فقط روی سوال شما در مورد دموکراسی که چرا ما بعد از 100 سال تلاش برای دموکراسی هنوز لنگ هستیم و هنوز به یک جامعه دموکراتیک و یک حکومت دموکراتیک نرسیدیم. منتها ضمناً میخوام یه پیشفرضی رو که پشت سوال شما هست قدری به چالش بکشم، به این معنا که هم در زمینه آزادی به طور کلی و هم در زمینه دموکراسی واقعا اینطور نیست که تلاش های 100 ساله ما به نتیجه نرسیده باشه. ما در بعضی زمینه ها به نتایج مهم و مثبتی رسیدیم و در بعضی زمینه ها هنوز خیلی عقب هستیم و خیلی راه طولانی در پیش داریم. حالا چرا من این ادعا رو می کنم؟ اولا اینکه دموکراسی یک فراینده، یک پروسه هست یا پروسس، فرایندیه که نمیشه گفت از یه خطی شروع میشه و در یه خط مشخص دیگه ای تموم میشه. یک فرایند مداوم و ادامه دار هست و نسبی هم هست، یعنی هم مقوله آزادی، میزان داشتن آزادی، آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی نسبیه، هم خود دموکراسی نسبی هستش. به علاوه دموکراسی، علاوه بر این که یک مجموعی از قواعد بازی هست، یعنی قواعد حکومت کردن، قواعدی که مناسبات بین انسان‌ها رو، معاملاتشون رو، عمل و عکس العملشون رو، روابط اجتماعیشون رو تنظیم میکنه، علاوه بر این قواعد یک فرهنگه و این فرهنگ رو اینجوری نیست که صرفاً با یاد گرفتن این قواعد بتونیم از بر بشیم و فردا شروع کنیم به اجرا کردن. آموزش این فرهنگ در زمینه‌های مختلف در نشه طول میکشه. در کشورهای دموکراتیک امروز هم، در پیشرفته ترین اونها مثل آمریکا یا کشورهای دموکراتیک اروپایی، ما دیدیم که فرایند دموکراسی سالها، گاهی قرنها طول کشیده. در نشه ایران که به مرحله تجدد و مدرنیت با تأخیر رسید و وارد شد، در نتیجه در زمینه دموکراسی هم عقب مونده هست. فقط در زمینه مدرنیت نیست، چون که مدرنیت یک جنبه مهمش همون دموکراسی و آزادیه، به خصوص آزادی های فردی. برای اینکه توی جامعه دموکراسی به عنوان یک فرهنگ مستقر شه، بایستی که زمینه های مادیش هم وجود داشته باشه، یعنی ما بایستی اقتصاد آزاد و دموکراتیک داشته باشیم، یک طبقه متوسط قوی و مدرن و شهری که عمدتاً از طریق یک اقتصاد صنعتی زندگی میکنه و قوت میگیره هم داشته باشیم. یعنی معمولاً در همه جوامع این طبقه متوسط مدرن در یک اقتصاد صنعتی بوده که تونسته با نظام کهنه، با به اصطلاح فرهنگ پدرسالار یا فرهنگی که غیر انتخابیه، فرهنگ فئودالی، فرهنگ قبیله‌ای، مبارزه کنه و جامعه رو به دموکراسی ببره. از طرف دیگه نهادهای مختلف جامعه هست که بایستی که برای آموزش و نهادینه کردن دموکراسی نقش خودشون رو بازی کنن. مهمترین اونها نهاد خانواده است. یعنی بدون دموکراسی در خانه و خانواده، ما نمیتونیم در جامعه دموکراسی داشته باشیم. در هیچ جامعه‌ای که خانواده هنوز پدر سالار هست، هنوز روابط غیر دموکراتیک بین زن و شوهر و بین پدر مادرها و بچه ها حاکم هست، نمیتونه جامعه دموکراتیک و یه دفعه یه حکومت خیلی دموکراتیک داشته باشه. بعد از مدرسه، البته نهاد مدرسه، دانشگاه هست، مطبوعات هست،
رسانه ها هست، میدونی که معروفه که رکن چهارم دموکراسی رسانه ها هست که خود شما از متخصصین در این زمینه هستید. و خب البته قوانین و مقررات دموکراتیک، قوانینی که خود بشر با عقل و انتخاب خودش، یعنی نمایندگان منتخب مردم این قوانین رو تدوین کرده باشند، زامن و حامی اون وقت دموکراسی خواهد بود. یعنی نداشتن قانون، نبود قانون، به خصوص قانونی که بشر تدوین کرده باشه، یعنی مبنای اون این نباشه که مثلا قانون الهیه و یه عده نمایندگان خداوند هستند و این قانون رو قراره که برای ما تفسیر و تعبیر بکنن. بنابراین تا وقتی که قانون عرفی و سکولار حاکم نشه بر سیستم قضایی و قانونی کشور، باز ما دموکراسیمون یا نداریم یا بسیار لنگ خواهد زد. و خب نهاد دولت، به خصوص دولتی که باز انتخابی باشه و از سه قوه مستقل و مجزا از هم، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضایی تشکیل شده باشه. تجربه بشری تا امروز به ما نشون میده که حداقل تا کنون بهترین و ممکنترین دموکراسی ها دموکراسی پارلمانی بوده، یعنی دموکراسی که انتخابی هست. حالا خب البته این هم باز دموکراسی کامل نیست، چون خیلی ها از دموکراسی مستقیم صحبت میکنن که هنوز خیلی از جوامع به اون نرسیدن. ولی دموکراسی پارلمانی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه به هر حال رایج‌ترین شکل دموکراسیه و تا حالا هم کارکردهای خوبی داشته. حالا باید ببینیم که این مبانی که من خیلی مختصر ذکر کردم توی ایران در عرض 100 سال گذشته به چه شکل تحول پیدا کرده، آیا این نهادها تحولاتی به سوی دموکراسی داشتند یا خیر درجا زدند یا حتی پسرفت داشتند. به نظر من میرسه که ما همونطور که میدونیم تاریخ اصولا خطی حرکت نمی کنه، به خصوص تک خطی حرکت نمی کنه و بیشتر به شکل زیگزال حرکت می کنه، تاریخ روند دموکراسی در ایران هم یه تاریخ زیگزالی بوده. یعنی اینطوری نبوده که ما به تدریج اومدیم جلو و این رو خطی طی کردیم. ما پسرفت هم داشتیم، پیشرفت هایی هم داشتیم، پسرفتی هم داشتیم که من به اونا اگه اجازه بدین اشاره میکنم. اول در مورد نهاد خانواده، به نظر من ما تقریبا میتونم بگم که به صورت مداوم پیشرفت داشتیم. یعنی این که یکی از مهمترین ارکان دموکراسی هست و مهمترین رکن جامعه مدنی هست، چون بدون یک جامعه مدنی قوی ما نمیتونیم دموکراسی داشته باشیم. خانواده در ایران خوشبختانه تحولات خیلی مهم و اساسی کرده، یعنی امروز بیش از 90% خانواده ها در ایران از خانواده گسترده پدر سالار تبدیل شدن به خانواده های هسته‌ای. حالا که همه شون هم دیگه مرد سالار نیستند یا پدر سالار نیستند، بخش زیادیشون داره میره به طرف تساوی جویی. و این جالبه که این تحول علارغم پسرفتی که ما در قوانین خانواده داشتیم صورت گرفته. یعنی قوانین خانواده در ایران یکی از بازدارنده ترین و عقب مونده ترین بخش های قوانین ایرانه که هنوز انعکاسی هست از خانواده های دوران جوامع فئودالی و قبیله‌ای. اما عملاً کارکرد خانواده و ساختار خانواده تغییر پیدا کرده که مهمترین اون همونطور که گفتم تبدیل خانواده های گسترده، یعنی خانواده که میدونید دیگه چندین پدر بزرگ، مادر بزرگ و عمو و خاله اینا با هم زندگی میکردن و اجازه رشد فردیت رو به افراد خانواده نمیداد این نو ساختار. ولی وقتی جامعه خانواده هسته‌ای میشه، استقلال به تدریج خیلی زودتر جوانان از پدر مادر مستقل میشن، از
کنترل خانواده گسترده مستقل میشن و فردیت رشد پیدا میکنه. علاوه بر این، اتفاق دیگه‌ای که افتاده به خصوص در سالهای اخیر اینه که میزان تولید مثل، یعنی نرخ تولید مثل در ایران به صورت خیلی قابل توجهی تقلیل پیدا کرده، کم شده، که این خیلی در جامعه شناسی این رو به عنوان یک معیار، یک ایندکس توسعه ما میدانیم. یعنی نه تنها توسعه در مورد حقوق زنان، بلکه توسعه در زمینه مدرن شدن، تجدد و رشد فردیت، رشد دموکراسی در جوامع، رشد میزان اشتغال زنان. چون ببینید تا همین مثلا 10-15 سال پیش متوسط فرزندان در خانواده 7-8-6 نفر بود. لابد خانواده شو، خانواده خود من 7 تا بچه میدیم، خانواده شما احتمالاً اغلب میدونیم که اینطوری بود، ولی امروز به طور متوسط 2 فرزند خانواده ها دارن، حتی گاهی کمتر. یعنی حتی گاهی نگران این هستن که جمعیت رشدش داره متوقف میشه. خود این مسئله اثرات خیلی مهمی میذاره در نقش خود کودک در خانواده. خیلی ها به شوخی میگن که خانواده های پدر سالار در ایران تبدیل شده به خانواده های کودک سالار. حالا من مطمئن نیستم واقعا اینطور شده باشه، ولی بخشی از این شوخی واقعیت داره، چون که شما اگه توجه کنید و تحقیقاتی هم که جامعه شناسا تو ایران انجام میدن و روانشناسا، اینو نشون میده که امروز توجهی که به حقوق کودکان میشه، به نیازهای کودکان میشه، به سلامت جسمی و روحی کودک میشه، اصلا قابل مقایسه نیست با دوران پدر مادرهای ما، پدر بزرگهای ما و حتی دوره خود ما، نسل خود ما. امروز واقعیت اینه که خیلی از خانواده ها اولویت های خودشون رو و برنامه ریزی های خودشون رو، چه از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، تفریحات و اشتغالات روزمره، بر اساس نیازهای کودکانشون می‌ریزن و این خیلی تحول مهمیه. یعنی اگر کودکان در خانواده مایملک پدر مادر حساب نشن، برای کودک حقوق جامعه قائل بشه و احترام برای کودکان گذاشته بشه، این کودک حق طلب بار میاد، صرفا وظیفه مند و مکلف بار نمیاد. یعنی برای یک جامعه آزاد و دموکراتیک ما بایستی که از گفتمان و فرهنگ تکلیف به فرهنگ حق خواهی برسیم. و این به این معنی نیست که تکلیف منتفی میشه، مسئولیت منتفی میشه، خیر، ولی انسان ها میفهمن که همه حق دارن و حق طلبی در واقع یک فضیلت به حساب میاد. اینطوری نیست که همه باید رعیت باشن و مکلف باشن در مقابل پدر سالاران، حکام، پدر شاهان و سلاطین. در نتیجه اون چی که پیش اومده اینه که مناسبات نه تنها زن و شوهر، بلکه مناسبات والدین با کودکان هم دموکراتیک تر شده، به طرف تساوی جویی حرکت کرده و کم شدن تعداد بچه ها هم به این عامل کمک کرده. از طرف دیگه که ما رو میرسونه در واقع به عامل دیگر رشد آزادی و دموکراسی، مسئله تحصیلات، مدرسه است و دانشگاه. یک دلیل این دگرگونی در خانواده ها بالا رفتن میزان سواد، تحصیلات و آگاهی هاست. باز میشه به واقعیت ها و آمار ارقام مراجعه کرد. ما تا سال 1976 بیشتر از 38% باسواد در ایران نداشتیم، به خصوص در بین زنان منظورمه. امروز بیش از 85% زنان ما باسواد هستند. میدونید که امروز بیش از 63%، 65% داره میرسه دانشگاهیان ما رو زنان تشکیل میدن. یعنی نه تنها سواد عمومی در جامعه بالا رفته، بلکه فاصله میزان سواد و تحصیلات عالی حتی بین زن و مرد نه تنها کم شده، بلکه زنان امروز تحصیل کرده تر از مردهای ما شدن. و این خودش تحولات زیادی راجبه
مناسبات خانوادگی، نحوه تربیت فرزندان، چون هنوز زنان نقش اصلی رو در تربیت فرزندان بازی میکنن و در حق خواهی و بازی میکنه، به طوری که امروزه با توجه به اینکه به خصوص جامعه ما بسیار جامعه جوانی هست، میدونید که بیش از 70% جامعه ما رو افراد زیر 30 سال تشکیل میدن، بیش از 50% افراد زیر 25 سال، و این جامعه جوان و اکثرا حالا تحصیل کرده و اکثرا به تدریج حق طلب، دارن اون طبقه متوسطی رو که حالا بایستی که طالب دموکراسی باشه و حامی دموکراسی و برای دموکراسی بجنگه، یعنی همونایی که امروز شما تو خیابونا دارین میبینین، همونایی که ادهی تصور میکنن یه مش سوسولهای نازک نارنجی شمال شهری هستن، امروز عوامل اصلی تحول در جامعه ما شدن. یعنی تو خیابونای ما امروز زنان و جوانان ما دارن از جانشون مایه میذارن، حاضر میشن باتون بخورن، به زندان بیفتن، حتی کشته بشن، متاسفانه حتی بهشون تجاوز بشه، به زن و مرد، ولی به حقشون برسن. اینکه امروز شعار رأی من کجاست ظاهرا یه شعار ساده‌ای به نظر میاد، ولی بسیار یک گفتمان و یک طلب عمیقی هست. یعنی مردم فهمیدن رأی و حق رأی و اینکه من چی میخوام، انتخابی که من میکنم خیلی مهمه، و اگه این دزدیده بشه، به این بی احترامی بشه، من حاضرم تا پای جان براش مبارزه کنم. یعنی دموکراسی و حق خواهی به آنچنان ارزشی تبدیل شده که به قول یکی از فلاسفه معاصر ما آقای عبدالکریم سروش، مثل شبیه امر ناموسی شده. یعنی ایشون در یه جایی گفتن، در یک از سخنرانی‌هاشون، تا وقتی که مردم دموکراسی رو و حق خودشون رو مثل ناموس ندونن، یعنی این فرهنگ غیرت و ناموس که در فرهنگ سنتی ما وجود داشت، آن تحولی رو پیدا نکنه که امروز ما در واقع بی احترامی به حق انتخابمون رو و نذاشتن این که ما انتخاب کنیم و رأی بدیم یا دزدیدن رأیمون رو مثل ناموسمون بدونیم، وقت براش می‌جنگیم، وقت براش قیام می‌کنیم. خب بخشی از این هم ناشی از همونجور که عرض کردم رشد دانشگاه هاست، رشد جوانان و تحصیلاته. ببینید، باز من یک کمی به آمارها و ارقام رجوع می‌کنم که صرفاً حرف بی پایه زده نشه و شعار تلقی نشه این صحبت ها. ما باز در مثلا سالهای 1976، چون یکی از آمارگیری های اصلی قبل از انقلابات بود، برای همین انقلاب 1979 بود، برای همین این سال رو ذکر میکنم، بیشتر از 200,000 دانشجو نداشتیم. درسته. ولی امروز ما نزدیک 3,000,000 دانشجو داریم. ما از جوانان ما بیش از 5% دانشگاه نمی رفتند. این رقم در سال 1990 به 2 برابر رسید، یعنی 10% جوانان ما دانشگاه دیده شدند. در حال حاضر 30% جوانان ما دانشگاه دیده هستند. این جمعیت کمی نیست، یعنی هر جوان در خانواده، هر جوان دانشگاه دیده خودش یک اصلاحگره، یک چالشگره، یک آگاهی دهنده است، یک رسانه است، یک به اصطلاح منبع آگاهی بخشی و بسیجه برای تحول جامعه، برای حرکت کردن به سوی دموکراسی. این تحولات رو ما در کنار اون وقت روند و فرایند فزاینده جهانی شدن باید در نظر بگیریم، که علارغم این که مطبوعات ما، یعنی رکن چهارم دموکراسی، رشد پیدا کرد بعد از انقلاب، به خصوص در دوره ما مطبوعات نسبتا آزاد داشتیم، ولی به سرعت که حکومت به طرف یه حکومت دینی و توتالیتر، تمامتخواه و استبدادی حرکت کرد و جمهوری اسلامی در واقع تبدیل شد به یک استبداد ولایت فقیه، خب مطبوعات ما هم هی ضعیفتر شد، کنترل شد، سانسور شد، تا اینکه ما در دوره اصلاحات به خصوص سالهای 1997-98 یه دوره‌ای از شکوفایی مطبوعات داشتیم
روزنامه‌نگارای ما، رسانه‌های ما نقش مهمی بازی کردند در رشد آگاهی. حالا در غیاب اونها، چون به تدریج می‌دونیم هی این روزنامه‌ها رو به صورت فله‌ای بستن و رکن مهم آزادی خواهی و دموکراسی ما متأسفانه خیلی ضربه خورد، اما از اون طرف در اثر انقلاب جدید تکنولوژی ارتباطات، می‌دونید این عصر و عصر ارتباطات، عصر اینفورمیشن و اطلاعات مینامند، در چنین عصری با توجه به جهانی شدن و دسترسی میلیون ها ایرانی، اخیراً خود مقامات دولت ایران اعلام کردن که در ایران 20 میلیون درست یادم نیست 20 و چند میلیون مردم دسترسی به اینترنت دارن، دسترسی به ساتلایت، تلویزیون ساتلایت و ماهواره و اینا دارن. خب این خیلی مسئله مهمیه، یعنی دیگه دوره فرض کنین دوران شوروی که بیاین دیوار آهنین دوره یک جامعه بکشن گذشته. یا دیوار برلین و اینا گذشته. اگر 70 و چند سال طول کشید که یک حکومت ایدئولوژیک و توتالیتر و بسته در جامعه مثل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنن و دولت ایران مثلا حالا میخواد تقلید کنه مثلا از چین یا از شوروی، حکومت بسته ایدئولوژیک، منتها یک حکومت که این بار ایدئولوژی دینی مذهبی، تمامتخواه مذهبی حکومت کنه، عملا نمیتونه و بیشتر از 30 سال میبینیم که به نظر میاد عمر این انحصار و به اصطلاح سرکوب آگاهی ها دوام نیاورده و امروز با دسترسی که مردم به اطلاعات، به اینترنت، به تلفن، سلفون اینا دارن، به خصوص که الان میبینید در جنبش دموکراسی خواهی، در جنبش سبز کنونی، چقدر همین سلفون ها، فیلم هایی که خود مردم میگیرن و اینترنت، توتر، نمیدونم فیسبوک، اینا دارن نقش بازی میکنن. هر کسی، هر کدوم از مبارزین ما به یک رسانه تبدیل شده. میخوام بگم که اگه ما همه این فرایندها رو تو ایران نگاه کنیم، علارغم اون عقبگرد هایی که داشتیم، خود دینامیسم انقلاب تحولاتی رو ایجاد کرد، تحولات در واقع پارادوکسیکال، ضد و نقیض، و روند جهانی شدن تحولاتی رو ایجاد کرد که امروز چندین نهاد اجتماعی ما داره به روند دموکراسی و دموکراتیزاسیون به اصطلاح در جامعه کمک میکنه، که علاوه بر مدارس و دانشگاه ها و خانواده و رسانه های فرامرزی، من میتونم بگم که خود جامعه مدنی، خود جوانان ما، زنان ما به خصوص، و تلاش های تشکل یافته زنان در جهت حق خواهیشون، تشکل های دانشجویی، تشکل های کارگری، تشکل های روزنامه نگاران، معلمین، همه اینها دارن نهادهای جامعه مدنی ما رو تقویت میکنن علی رغم سرکوب ها. و بنابراین من میخوام بگم جامعه ما در به خصوص جنبش اخیر سبز نشون داد که بیش از همیشه زمینه های مادی، فرهنگی و ذهنی رسیدن به دموکراسی رو، بازم میگم دموکراسی نسبی رو، فراهم کرده. خانم تویدی، پس منظور شما رو به این ترتیب من بیشتر در میابم که تلاش 100 ساله اکنون پس از 102 سال داره به نتیجه میرسه. باز اجازه بدین بگم نتیجه منظور ما چیه، یعنی ما داریم به طرف دموکراسی قدم میداریم، قدم برمیداریم و نزدیکتر میشیم، و خیلی از جنبه های فرهنگ ما آماده پذیرش ارزش‌های دموکراتیک شده. زنان ما خیلی آماده تر از گذشته شدن، مردان ما خیلی آماده تر از گذشته شدن. شما همین اخیراً دقت کنین، یکی از ابتکارهای جالبی که مردان ما به خصوص مردان جوان به خرج دادن در حمایت از یکی از دانشجویان، مجید توکلی، به خاطر مبارزاتش و سخنرانی شجاعانه که در روز 16 آذر، روز دانشجو در ایران، در دانشگاه تهران انجام داد، بلافاصله اومدن دستگیرش کردن. و
عوامل بسیار دستگیر کننده مقامات رژیم اعلام کردند که این مجید توکلی با چادر زنانه فرار میکرده و بعد یه عکسی از اون انداختن با حجاب کاملا اسلامی، یعنی حجابی که خود این دولت کرده نماد ایدئولوژیک و فرهنگی این حکومت. خیلی جالبه، میخواستن تحقیر کنن. بله، یعنی اینها نفهمیدن اشتباه بزرگی که کردن اینه که اولا دو تا در واقع گاف دادن به اصطلاح. یکی این که نمادی رو که خودشون به یک فضیلت میخواستن تبدیل بشه، یعنی درست اون روسری زیر مقنعه زیر چادر رو به اضافه چادر مشکی رو اومدن تن یک پسر جوانی کردن با یک تحریش و اینا که اینو تحقیرش کنن. یعنی از یک طرف بنابراین غیر مستقیم اعتراف کردن که این نوع پوشش تحقیرآمیزه، منتها شایسته زنانه، یعنی ما اینو تن زنان میکنیم که زنان رو سر جاشون بنشونیم، تحقیر کنیم و در شهروند درجه دو به حساب بیان. اگر مرد اینو بپوشه مثل زن شده. یعنی چه مثل زن شده؟ یعنی تحقیر شده، درجه دو شده، اون مردانگیشو از دست داده. خب این در واقع گفتمان نگاه مرد سالار و زن ستیز و جنسیتگرای حاکمیت رو نشون داد از یک طرف. از یک طرف هم در واقع مفهوم که اینها از حجاب اجباری و اون نوع حجاب، حجابی که دولتی هست و دولت به زور سر زنان میکنه رو اعتراف بهش کردن. مردان جوان ما چه کار کردن؟ به خصوص دانشجویان در حمایت از مجید توکلی عده زیادیشون، یعنی حداقل 600 نفر من عکساشون رو دیدم، اومدن سعی کردن با انواع اقسام حجاب ها هم همبستگی نشون بدن با مجید توکلی و بگن لباس زنانه پوشیدن تحقیرآمیز نیست. اون چی که تحقیرآمیزه اجباره، یعنی مجبور کردن افراد به پوشیدن چیزی که دلشون نمیخواد بپوشن، یعنی عدم حق انتخاب لباسه که تحقیرآمیزه، نه خود اون لباس، نه حتی حجاب به خودی خود. میتونه یه عده معتقد باشن، دوست داشته باشن سرشون رو موشون رو بپوشونن، یا تعبیرشون از دینشون این باشه که باید سرشون رو بپوشونن، که البته به نظر من درک من و بسیاری از مسلمانان دیگر از قرآن و اصول قرآنی این نیست که حتما حجاب در قرآن اجباریه، ولی حالا فرض کنیم یه عده با این تفسیر پیش میرن. ولی اون چی که مغایر با حقوق بشر، دموکراسی و آزادی هست، اجباری بودن حجاب هست. و ما این حرکت مردها رو اگر شما مثلا حتی 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش انجام میدادن، خود جامعه مسخرهشون میکرد، یعنی جامعه نمیپذیرفت. کما اینکه ما نزدیک 20 سال پیش دیدید که همین آقایون چقدر سعی کردن آقای بنی صدر رو تحقیر کنن که با لباس زنونه فرار کرد، ولی امروز مردم اصلا قبول ندارن این نوع نگاه رو به زن و به مسائل، یعنی به مفهوم اصولا سکشوالیته، جنسیت و مناسبات جنسیتی. به دنبالی این برنامه در هفته آینده توجه فرمایید. تا برنامه هفته آینده و ادامه بررسی دلایل کوچ ما ایرانیان، شما را به خودتان می سپارم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.